تروسکی صادقی همکارمون از پاریس همراه ماست. تروسکی، بیانیه دیدبان حقوق بشر چه جزئیات دیگری داشته؟ سیما، دیدبان حقوق بشر در کنار اینکه انتقاد شدید کرده، درخواست کرده مستقیم از دولت عراق که فوراً این لایحه ضد همجنسگرایان رو از پارلمان این کشور پس بگیره، چرا که اونطور که در متن بیانیه بهش اشاره شده کمک میکنه به اینکه در متن این لایحه اشاره شده به اینکه مجازات سنگین باید اعمال بشه، از جمله اعدام برای افرادی که همجنسگرا هستند یا از جامعه LGBT ها یا گرایش‌های جنسی متفاوتی دارند. و این به گفته این سازمان این میتونه به عنوان یکی از نقض یکی از ساده ترین حقوق بشر شناخته بشه. یک محقق هم در این زمینه، یعنی در زمینه وضعیتی که همجنسگرایان به طور کل در عراق دارن، با این سازمان صحبت کرده. در بیانیه این سازمان اشاره شده به اظهارات این محقق که اشاره کرده به این که این افراد خودشون در داخل عراق دارن با جامعه میجنگن که دارن تلاش میکنن اونها رو نفی بکنن، بودنشون رو، وجودشون رو نفی بکنن. و گفته اگر قانونگذاران عراقی این لایحه رو که در حال حاضر در پارلمان هستش تصویبش بکنند، میتونه شرایط رو برای اونها بسیار سخت‌تر بکنه، زندگی رو از اونها بگیره و به نوعی اونها رو دارن تلاش میکنن که گناهکار نشون بدن. در همین گزارش دیدبان حقوق بشر حتی انتقاد کرده به رأی دو هفته پیش دولت عراق، دستوری که به رسانه ها داده بود، به شرکت های تبلیغاتی داده بود، که هم واژه هم جنسگرایان و هم حتی واژه جنسیت رو از تبلیغات هایشون حذف بکنن. انتقاد کرده از طرفی که به اقلیم کردستان هم انتقاد کرده، اشاره کرده به اینکه تنها سازمانی که در استان سلیمانی بود در چند ماه گذشته به رأی دادگاه بسته شده. این سازمان دفاع میکرد از حقوق همجنسگرایان در اون منطقه. و به طور کل در گزارش اشاره شده به اینکه دولت عراق باید سریعا پایان بده به این فشارهایی که به جامعه همجنسگرایان در این کشور داره وارد میشه. تروسکی، جدای این لایحه، همونطور که کوتاه اشاره کردی، از زوایای دیگر هم به جامعه همجنسگرایان در عراق داره اچاف میشه، بهشون فشار وارد میشه. در مورد اونها اطلاعات بیشتری به ما میدی؟ در یک سال گذشته سیما میتونیم بگیم که فشار به اونها بسیار بیشتر شده، چرا که جناح‌های سیاسی برای پیشبرد اهداف خودشون از این به عنوان یک کارت سیاسی به نفع خودشون دارن استفاده میکنن. مثلا ما در یک سال گذشته 3 مرتبه حداقل تظاهرات صدری‌ها رو داشتیم علیه همجنسگرایان در این کشور. یا الان که قدرت در دست چارچوب هماهنگی هستش و اکثریت هستن در پارلمان عراق، اونها دارن این لایحه رو تصویب میکنن. و از طرف دیگه در اقلیم کردستانی برخی از جریان ها تلاش کردن نمایندگانشون این رو به پارلمان ببرن. یا حتی تنها سازمانی که در اقلیم کردستان وجود داشت از سوی دادگاه به طور رسمی فعالیت هاشون متوقف شد و این سازمان بسته شد. فشارهای بسیار زیادی به اونها وارد هستش. همون میتونیم اشاره بکنیم به اون دستوری، فرمانی که دولت عراق به تمامی رسانه ها و شرکت های تبلیغاتی فرستاده بود، نه تنها به هم جنسگرایان، به جامعه LGBT ها، حتی طبق این لایحه‌ای که تصویب شده افرادی که میخوان جنسیت خودشون رو عوض بکنن یا تغییر دادن، اونها هم مورد اعمال فشار قرار میگیرند. چیزی که اینجا وجود داره اینه که نهادها دارن گزارش‌های مرتبطی رو منتشر میکنن، تحقیقاتی که شده حداقل در عراق، اگرچه این آمارها رسمی نیستن، حدود 5000 نفر از همجنسگرایان در این کشور وجود دارن که در شرایط بسیار سختی دارن زندگی میکنن. و اونطور که گفته شده اگر این شرایط ادامه دار باشه میتونه وضعیت زندگی اونها رو بسیار سخت‌تر بکنه در این ممنون کشور. ممنون از تو، تروسکی صادقی از پاریس.